سلام خدمت تلویزیونی آشیانه و در خدمت شما بیننده های عزیز هستیم. در گوشه دنیا کسین ما را بیننده هستین. ما در تذکره الکترونیکی دو با یک خدمات قبل از توزیع داریم، یک خدمات پس از توزیع. خدمات پس از قبل از توزیع را اول باید گفت. خدمات قبل از توزیع که است، ببینین بیننده های عزیز، شش مرحله دارم. اولین مرحله ای که وقتی به زنای مربوطه مراجعه میکنین، شما باید در چک جمهوری اسناد مراجعه کنین. اونجا اسناد های شما چک میشن که ببینید تمام این نرم هایی که یا امو میار هایی که ما در نظر گرفتیم در یک تذکره الکترونیکی شما دارین یا ندارین، و اگر داشتین اینها را کارمندای چک جمهوری اسناد، کارمندای تکنیکی هستن، ناجم میکنن و از شما میگیرن. ببینین میبرن به تثبیت هویت. تثبیت هویت اونجا برای شما شناسایی میکنن که آیا تشخیص میدن. البته اونا گفتن امانه که شما باید همتنان عزیز وقتی که مراجعه میکنین طبعا باید کپی های تذکره های اصلی تونه کپی هایشه و او هم شفاف باشه، به خاطر که خودتون اذیت نشوین، شفاف باشه که خانه باشه و بتونه که مشکل تن حل شه. اینا میرن در تثبیت هویت. تثبیت هویت اونجا شناسایی میکنه که بله این شخص شهروند افغانستان هست، تذکرش اصل است، این اصل و اساس داره. بعد اونای اونجا امضا میشه، تاپ میشه و میای در از چک جمهوری دوباره به کارمندای چک جمهوری ما و شما او را میارن به مو بخش عواید ما یا امو اماهنگی. وقتی اینجا آمده عواید خود پرداخت کردی و در بخش اماهنگی اونجا عواید شما جمهوری میشه و نگفتن امانه که امبتانه از این سابق 100 روپیه بود و فعلا کس 300 افغانی هستن، یعنی فی تذکره 300 افغانی باید امبتانه ما باید پرداخت کنن به امو قیمت تذکره هستن. و این تذکره هم اینجا وقت بخش اماهنگی که عواید پرداخت کردین بعد اونجا مسئولین داره که برای شما وضاحت داده میشه و که در چه مراحل باید طی کنه و اونجا به شما مشخص میکنه که در کدام شعبه و هر زون چندین شعبه دارن که اونجا شما مراجعه میکنین. بایومتریک میشین. وقتی ببینین به اونجا که مراجعه کردین بایومتریک شوین، متوجه باشین همتان عزیز که اطفال که 6 سال تکمیل کرده و تا 18 سال نشده اینها کسان عکس هایشون گرفتن میشه و ضرورت هستن که به زنای مربوطه مراجعه کنن. و کسایی که از 6 سال به پایین هستن همتان عزیز اینها ضرورت نیست که شما اطفال خود به زنای مربوطه بیارین، با مو کارت تولدش کپی کنین و مشخصاتش برسونین و میتونه که در دوره تذکره الکترونیکی شون میتونن که تذکره الکترونیکی بگیرن. و کسایی که در اینجا که مراجعه کردن، ببینید یک مرحله به نام ثبت نام داریم، زمانی که البته سیستم آفلاین است، خب طبعا گروبارک هست، همتان عزیز خود کم حوصله مندی به خرج بدین. ما اونجا ثبت نام میکنیم و بعد از اینکه شما ثبت نام شدین و دوباره داخل سیستم داخل شد، بایومتریکتون میگیره. وقتی بایومتریک گرفت، طبعا بایومتریک گرفت از شما، اینجا به شما را دوباره دوستیتون به شخص اونجا هست که مسئول همی بخش هستن. در هر شعبه یک سرتیم داریم، او سرتیم که هست وظیفه ایشی هست که همه تذکرهای شما را چک کنه، یک بار دیگر با اونها را دوباره به چاپ روان میکنه. وقتی که اما دانای عزیز متوجه باشین تذکرهایتون به چاپ رفت اونجا، اونها براتون یا یک کود بایومتریک براتون میده و یا امو شماره تذکرهتون عکسش میگیره. وقتی که روزی که مراجعه میکنن طبعا همون شماره تذکری خود یا همون کد بایومتری خود همراه خود داشته باشین. حالا ببینین هر زمانی وقتی که مراجعه کردین اگر کد بایومتری گرفت یک بحث، اگر شماره تذکری تا یا برای چاپ کردن یا عکس شکل یک بحث دیگه است. اگر تذکری تا کدش گرفته دوباره مراجعه کن به ما آخرین مرحله که تذکری تا تحویل کرده بده که دوسیه تا که به چاپ روان کنه، اونجا گناه او رو پرین میکنه و شماره تذکری شما رو میکشن ایره بگیرین. اگر که نه امو مرحله اول که آمده اینجا عکسش گرفتی و تو مستقیم شما مراجعه کنین به توزیع خدمات، یعنی توزیع تذکره ها. در توزیع تذکره ها که میرین اونجا از شما بیل عواید میخواین. متانه عزیز متوجه باشین که بیل عواید خود به هیچ وجه گم نکنن، چون در شرایط کنونی یک 300 افغانی پرداخت کردن مثلا اگر یک نفر باشه شاید خب چیزی نیست، حالا ولی ببینین اگر یک فامیل 9 نفر باشه 2700 افغانی میشه. ببینین اگر شما بیل عواید خود گم کنین یعنی 2700 افغانی تمام کردین. این براتون یک جنجال بسیار کلان است، به خصوص در متوجه باشین اول خب وقت عواید پرداخت میکنین، لازم به ذکر است که اول خب عواید پرداخت میکنین متوجه باشین که بیل عوایدتون حتما بگیرین. و وقت بیل عواید خود میگیرین هموطن عزیز، ببینین که وقتی به توزیع تذکره الکترونیکی میایین
اینجا امو بلا یوایی تونه با اضافه این که مثلا شماره تذکره و کد الکترون کد بایومتریک خود دارین، باید یعنی بلا یوایی تون باشه که سرگردان نشوین و دوباره به جنجال میافتین. مراحل بعد از توزیع هم بتون عزیز ببینین، وقتی که شما مراحل بعد از توزیع میگیم کسایی هستن یا اسپل نامش اشتباه شدن و یا مثلا اسنادشون با اسناد دارن ولی با تذکرهش تطابق ندارن، اینا هم میشن مربوط خدمات پس از توزیع. ما خدمات پس از توزیع ببینید در همتان عزیز وقتی که مراجعه میکنم اینجا از شما بررسی میشن که مشکل در کجا هستن و بعد از اونجا اونا براتون، وقتی که اگر شما میخواین مصنع بگیرین باید یک فرم اعلانات افغان اعلانات داشته باشین و همچنین باید فرمایی که قبلا دادین در هر زون که مراجعه کنین همجا تذکره گرفتین در آرشیف های مربوطه اونا موجود هستن، از آرشیف اونا رو بگیرین و یک کپی کپیش باید داشته باشین که در وقت مراجعه میکنه براتون تذکره مصنع توزیع شون و این مصنع در قیمتش 500 افغانی هستن فعلا و در وزارت داخلی سابقه در اونجا توزیع میشه برای هموطنهای ما. ببینین خدمات پس از توزیع اول خو مشکلاتی هستن، ببینین که هموطنهای ما اصلا متوجه نیستن که چی چیزی ضرورت است. خب من یک یادآوری کردم که افغان اعلانات باید داشته باشین و بعد ببینین وقتی اونجا میرین حداقل اونم فرمی که شما سابق به زون مربوطه مراجعه کردین اگر نداشته باشین اونجا باز به جنجال میخورین و مشکلات براتون طبعا نجات میشه و شما باید اون فرم همراه خود از زونای مربوطه مراجعه کنین در آرشیف و از آرشیف اونا را مثلا کپیش بگیرین و یا همو خودش طبعا در آرشیف حفظ میشه محفوظ است و اونا را گرفته در وزارت داخلی سابقه اونجا مراجعه بکنه به همتان های متسکری مصنع یا همون خدمات پس از توزیع داده خواهد شد. قابل ذکر است که همتان های ما که در خارج از کشور هستن و کشورهای خارجی هستن و به خصوص کشورهای ایران پاکستان، همونطور که در جریان هستن اداره ملی احصائیه یک اطلاعیه دادن و کسایی که به خصوص در ایران هستن اونا میتونن قارب وصولیش تذکرهایشون از مراکز یعنی وزارت داخلی سابقه حقس نمایه و در صورتی که ثبوت داشته باشن که ما قارب وصولی شخص هستیم و اما اسنادهایی که اونا در دست خود دارن در ایران با البته باید اینا به اینا بیدن تا بتونن بر اساس تذکری اشخاص بگیرن. متنای عزیز ما باید اولین کاری که میکنه باید تذکرهایی که وقت اول یک زون مربوطه را انتخاب کنین و اونجا که ثبت نام میکنین تذکره های خود باید ضمیمه کنین، شفاف و خوانا باشه و اگر طفل است باید کارت تولدش ضمیمه او شوه که انمی و اگر پاسپورت دارین یا مثلا اسناد تحصیلی دارین اینا اگر کپیش ضمیمه‌اش باشه بهتر است و سهولت تر براتون میشه به خاطری که میتونن تو اون کارمند تو اگر نبودی دیگه اونجا میتونه بر اساس اونا پاس کنه و برات مشکلات ایجاد نشه، ولی اینا رو در نظر بگیرن و در زنای مربوطه مراجعه بکنن. از هموطنای خود حوصله‌مندیش خواهان هستیم گرچه در زنای تذکره گروبار هست و ما نهایت تلاش خود میکنیم که به هموطنهای خود خدمت کنیم. وقتی که البته هموطنهای ما یک فرم انفرادی یا فامیلی داریم، وقتی انفرادی میگیرن یعنی یک فرد میگیرن، خب او هم هستن و یک دیگه هستن فامیلی میگیرن. ببینین وقتی که انفرادی میگیرن خب یک فرد میگیرن و وقتی فامیلی میگیرن کسایی که ببینین چه کسی فامیلی گرفتن چه کسایی انفرادی، ببینین کسایی که فامیلی میگیرن یعنی وقتی که تو ازدواج کرد یک فرد این دیگه متأهل گفته میشه، تو خودت مستقل هستی، تو میتونی با اعضای فامیلت بگیری یعنی نام اولادای خودت برسنی خانم خودت برسنی و خودت. یک زمانی باید مثلا اینطور کسایی هستن که مثلا وقتی ازدواج کردن میبینیم که مثلا خواهر خود رسنده برادر خود رسنده، این وقتی که شما عمتان عزیز ازدواج کردن مربوط شما نمیشه، باید به گونه مستقل برسانه و امو اعضای فامیل خود برسانه و وقتی کسایی که مجرد هستن قابل ذکر است که یعنی ازدواج نکرده هموطن ایمانوس اونا باید مثلا اعضای فامیل خود برسانه، پدر، مادر، برادر، خواهر، این اعضای فامیل خود برسانه کسایی که مجرد هستن.